به کلاس درس ما خوش اومدید. این جلسه جلسه دوم تابه است. توی جلسه اول ما یه تعریف کلی از تابه داشتیم. تابه رو به صورت یه جعبه سیاه تعریف کردیم که ورودی میگرفت، یه سری کارها روی ورودی انجام میداد و یه خروجی انجام میداد. بعدش یه سری جلوتر رفتیم و با نمایش جبری تابه آشنا شدیم. منظورم از نمایش جبری چیه؟ مثلا یادتون میاد یه تابه FX داشتیم که x رو میگرفت و توان 2 میرسوند و با 1 جمع میکرد. x2 به اضافه 1 همون نمایش جبری تابع fx. حالا میخوایم تو این جلسه با یه نمایش دیگه ای از تابع آشنا بشیم. احتمالا محور مختصاتی که سمت چپ میبینید میتونید حد بزنید چه نمایشی از تابع رو میخواییم امروز باش آشنا بشیم. آفرین، درسته، نمایش تابع روی محور مختصات. خب حالا چجوری یه تابع رو روی محور مختصات نمایش بدیم؟ دوباره یه مثال از زندگی روزمرهمون میزنیم. البته خیلی زندگی روزمره نیست، ولی به هر حال خیلی هم ریاضی نیست. کارخونه ایران خودرو رو در نظر بگیریم. کارخونه ایران خودرو رو ما یه تابعی در نظر میگیریم که ورودی‌هاش کارگران، به ازای کارگری که میگیره خروجی که میده خودرو. من همینجا عذرخواهی میکنم، اصلا منظور این ویدیو توهین به کارگرای محترم نیست، فقط اینجا یه مثال. حالا فرض محال میکنیم که کارخونه ایران خودرو کارگر نداره. حالا میاد یه کارگر استخدام میکنه. به ازای یک کارگر کارخونه ایران خودرو یه خودرو تولید میکنه. حالا من میام روی محور افقی نقطه یک رو پیدا میکنم که نشون دهنده همون یه کارگرمونه. پس محور افقی ما x هامون رو نشون میده که تو این مثال کارگران. و دیدم که به ازای یک کارگر، یعنی به ازای x مساوی 1، تابع ایران خودرو ما یک خودرو تولید میکنه. حالا محور اون عمودی رو در نظر میگیرم که خروجی های تابعمون رو نشون میدن، در واقع همون خودرو، و یک روش پیدا میکنه که ببینم اگر x ما یک باشه fx مون هم یک باشه چه نقطه روی محور مختصات شده. ساده است بگم. حالا میایم تعداد کارگرها رو بیشتر میکنیم. کارخونه ایران خودرو میاد کارگرای بیشتری استخدام میکنه. مثلا میاد 3 تا کارگر دیگه استخدام میکنه که میشه 4 تا کارگر. و به ازای 4 تا کارگر کارخونه ایران خودرو 5 تا خودرو تولید میکنه. 1 2 3 5. من 5 رو روی محور عمودی پیدا میکنم. پس دیدیم که اگر محور افقیمون x اش 4 باشه، یعنی تعداد ورودیامون 4 باشه، خروجی هامون 5 تا خودرو، یعنی روی محور عمودی من نقطه 5 رو باید پیدا کنم. و این نقطه 4 و 5 روی محور مختصات میشه نقطه دومی که ما پیدا کردیم. حالا من این میتونیم اگه اطلاعاتمون بیشتر بود، مثلا میدونستیم که به ازای 3 تا کارگر چند تا خودرو تولید میکنه، اون وقت داد نقطه های بیشتری از این تابه رو داشتیم. خب متاسفانه اطلاعاتمون به انقدر نبود. من همین دو تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنم و میگم خط قرمزی که تولید شد منحنیه که تابه FX نمون رو نشون میده، یعنی تابه ایران خودرو. و این منحنی نمایش تابه ایران خودرو روی محور مختصات. خب بریم سراغ یه مثال دیگه. این دفعه با یه مثال جبری کارمون ادامه میدیم. تابه 2x به اضافه 1 رو در نظر بگیریم. میخواییم ببینیم نمایش این تابه روی محور مختصات چجوری. میاییم مثل اون مثال ایران خود رو عمل میکنیم. چند تا ورودی بهش میدیم، خروجی هاش رو به ازای اون چند تا ورودی به دست میاریم تا نقاط این تابه رو روی محور مختصات پیدا کنیم. حالا من مثلا با عدد 0 رو میکنم. اگر من 0 رو به تابه F بدم، خروجی ما که میشه 2 ضرب در 0 اضافه 1 میشه همون 1. حالا من میام نقطه ای که محور مختصات افقیش صفره و مختصات عمودیش یکه رو پیدا میکنم که میشه اینجا. درست. حالا یه نقطه دیگه به این تابه میدم، مثلا 1 رو میدم که خروجی تابه F ازای ورودی 1 میشه 3. خب دوباره میام این نقطه، یه نقطه دیگر رو که محور مختصات افقیش یکه و مختصات عمودیش 3 رو پیدا میکنم. بله. من میتونم همینجوری ادامه بدم، x به تابه بدم و y های مختلفی پیدا بکنم.
مثلا یه دونه دیگه خیلی سریع انجام میدیم که به ازای 2 میبینیم که تابمون خروجی 5 به ما میده و دوباره نقطه 2 و 5 رو روی محور مختصات پیدا میکنم و نقطه 3 از تابه fx رو به دست میارم. حالا من این 3 نقطه رو با هم دیگه وصل میکنم. خطی که به دست اومد، این خط سفیدی که شما دارید، امیدوارم به عنوان یه خط راست قبولش بکنید، نمایش تابه fx که برابر 2x به اضافه 1 بود روی محور مختصات. خب حالا میاد یه آدمی این نمایش رو میبینه، از شما میپرسه که خانم x یا آقای y، خروجی تابه x به ازای چه ورودی بگیم که بتونیم خوب پیدا کنیم، 2 به ازای 2 چی میشه؟ من میبینم اگه ورودی 2 رو بدم میخوام ببینم خروجیش چی میشه. یه راهی که داریم خیلی طبیعتا میذاریم تو معادله و حل میکنیم، اما این دفعه در نظر بگیم معادله رو نداریم، ما فقط همین نمایش تابه رو روی محور مختصات داریم و من به شما میگم این مثل جعبه ابزار شماست، از این جعبه ابزار استفاده میکنید تا جواب رو دست بدید. من نقطه 2 رو میام روی محور افقی پیدا میکنم. خب یه خط موازی محور عمودی میکشم، بله، حالا یه خط موازی محور افقی میکشم، یعنی این خطی که موازی محور عمودی کشیدم منحنی رو توی یه نقطه قطع کرد، منحنی نمایش تابع fx. من اون نقطه رو پیدا کردم، یه خط موازی محور افقی کشیدم تا ببینم اون نقطه‌ای که روی منحنی ایجاد شده مختصات عمودیش چیه و دیدم 5. این مختصات عمودی در واقع همون خروجی تابع F به ازای ورودی 2 بود. پس دیدید چقدر راحت با نقطه یابی ما میتونیم ورودی یک تاب، اگه ورودی یک تاب رو داشته باشیم، خروجیاش رو از روی نمایشش روی محور مختصات به دست بیاریم. خب میریم سراغ یه مثال دیگه. من این دفعه نمایش جبری از تابه ندارم، خودم چند تا نقطه ورودی در نظر میگیرم، خروجیاش رو تعریف. مثلا نقطه 1 و 1 رو دارم، یعنی نقطه ای که ایکسش 1ه، ایگرگش هم 1ه. نقطه 3 و 3 هم دارم. و نقطه 5 و 2. دوباره این سه تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنم. حالا ترتیب وصل کردن این نقاط هم چجوریه؟ ما x ها رو هی به ترتیب میام جلو، یعنی من x کوچیکترمو که 1 انتخاب میکنم و میام میبینم که نقطه به ازای x بعدیمون که 3 چیه، این دو تا نقطه رو به هم وصل کنم، یعنی نقطه ای که برابر نقطه ای که برای x 1 بود و به نقطه x 3 وصل کنم. نمیام نقطه ای که x مال x 1 رو به 5 وصل کنم، به ترتیب پیش میرم. حالا دوباره یه آدم میاد از من سوال میپرسه که فلانی به ازای مثلا x2 خروجی تابع شما چیه؟ شما نمایش جبری هم دیگه ندارید، الان فقط نمایش رو محور مختصات دارید. میایم دوباره همون روش نقطه یابیمون رو انجام میدیم. گفتیم که میخوایم ببینیم ورودی 2 اگه به تابع f بدیم چه خروجی میگیم. میایم نقطه 2 رو دوباره روی محور افقی پیدا میکنیم، یه خط موازی محور عمودی میکشیم، این خط منحنی تابه رو توی نقطه قطع میکنه، اون نقطه رو پیدا میکنی و از اون نقطه یک خط موازی محور افقی میکشیم و تا ببینی محور عمودی رو تو چه نقطه قطع میکنی. نقطه ای که قطع شد که اینجا 2 بود، همون خروجی تابه اف ما به ازای ورودی 2. شما همین روش رو میتونید تکرار کنید، هر ورودی که از تابه دارید میایید روی محور افقی یا اون نقطه رو پیدا میکنید، یه خط عمودی محور عمودی میکشید، ببینید منحنی تابه رو تو چه نقطه قطع میکنه و اون نقطه رو که به دست آوردید برای باید مختصات عمودیش رو پیدا کنید که برای این کارم یه خط موازی با خط افقی میکشید. خب این بود نمایش تابه برای محور مختصات.
جلسه دوم ما هم تموم شد. امیدوارم جلسات بعد در کنار هم تابه رو پله پله پیش بدیم و باهاش بیشتر آشنا بشیم. فعلا خداحافظ.